درود بر شما. 79 برنامه از برنامه های هر روز گوشه اختصاص دارد به گوشه، به قسمت سوم حصار چهارگاه. طبق معمول با موتیف حصار شروع میشه. استاد برمند اگه یادم خاطرم باشه زده، مجلس افروزه مطابق سراسی چپ داره. ببخشید، ضربه طرب انگیز ماهور که مطابق سراسی چپ داره. راست چپ به این شکل آموخته میشه که در باید ترک هم داریمش. میشه در واقع با مضراب در ستای بخوام سریع تر بزنیمش، میشه راست چپ هم استفاده کنیم، اونتا به شرطی که تقسیماتش رو چهارتایی کنیم. یعنی ما خیلی جا داریم که مثلا مضراب راست چپ استفاده میکنیم، اونتا تقسیماتش دوتایی نیست، سه‌تاییه، چهارتاییه. رو بینا باید اکسنتش رو دقت کنیم. یک دو سه چار باید اکسنتش به این شکل بشه. یا یک دو سه چار. اینجا هست یک دو سه چار. اینو باید دقت کنید که در واقع اون وقت اکسنت ها به هم نریزه وقتی راست چپ میزنید. همیشه که من زدم قسمته. یه قسمتش میگه این قسمت اولشه، قسمت دوم میگه باشه، میگه بیشه گسترش پیدا میکنه. بعد حالت چهار مضراب میاد که میتونیم با این مثال بزنیم. یه دور را به راست و یه دونه چپ. خب که این در واقع کوپل که میشه، یعنی پشت سر هم که قرار میگیره حالت شیش میده، یعنی میشه دو تاش میشه چهار مضراب، در حالی که صدای یک دو سه شنیده میشه ازش، که در واقع برای این بهش میگن چهار مضراب. در چهار مضراب باقی توضیح دادم، حتی چهار ضربم هست. خب این شکل نواخته میشه.
کار بریم. و چپ رو بخار رو بریم اونجا بریم بهتر در واقع جواب میده ولی مزار میشه. خب بعد در واقع موتیف فیگور ملودی بیداد میاد به این شکل. که اینجا میزدیم هر دو علم. خب اینجا من میاد به جان دل برم که سر دونم کرشمه یه که نمیگه چپه روی سل. خب میتونیم دور و چپ حالا تقسیم بدین به این شکل و یه تریل هم که بدین وسطش میشه همین که من زدم به این شکل میشه. تو ساز میرزا حسین قلی میرزا خیلی بوده درویش خان که اینا همه به هم وصف بوده با تریلا به تریلای ریز میانی اینا به هم وصف میشدن، یعنی ریزشون اصلا خیلی کم قطع میشده. و بیداد درویش خان رو بشنویم ببینید چقدر اینا همه پشت داره هم مزلاب داره کار میکنه، منطور همه شنید تخت 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 قوی بزنیم بره تا آخر با یک نوانس، این ریزای میانی همه ضعیف میشده. خب پس اینجا این موتیف کرشمه میاد بعد میاد که در واقع جمله پایانی حصار که هست و میشه قسمت سوم حصار. پس به ترتیب من یک مرور خیلی سریع با اول فیگور ملودیا بکنم. ببینید اولش جمله اول اومد تحریر ضربی طلب انگیز ماهور که اونجا با همین پایه میاد اینجا. خب بعد از این در واقع این حالت میاد بعد چهار مزراب اومد بعد از چهار مزراب تحریر فیگور ملودی اول بیداد میاد این فیگور ملودی آه نگه این بیداده این بیداد نیست فیگور ملودیه که در گوشه بیداد هم استفاده شده. خب بعد از این حالت کرشمه میاد بعد از این تحریر متن میاد و
بذارم جمله پایین پایانی میاد. گوشه تهش بسته میشه. خب میشه گوشه قسمت سوم حصار که بعد از این دیگه پس حصار میاد که پس حصار در واقع فرود حصار هست در چهارگاه که در واقع مجموعه حصار تمام میشه. خب من یک دو گوشه رو میزنم و تا فردا به شما بدرود میگم. قسمت سوم حصار شاد و سرفراز و آزاد باشید. پاینده باد ایران.